سلام به شما و سلام به همه اونایی که از دور و نزدیک دستی تو آتیش دارن. آقا شیخ فری که از روز اول با رنگ بنفش سر از صندوق در آورده بود، این روزا رنگش زرد زرد شده. بدبخت فکر کرد با لبخند چسبونکی و خط نشون کشیدنهای اعتدالی میتونه پول یارانه رو قلومبا کنه، اما آخر کار فضاحتی بالا زد که بیا و تماشا کن. بیش از 2,400,000 خانوار اعلام انصراف کردند، هرچند در روزهای نخست تعداد افرادی که ثبت نام نکرده بودند به بیش از 10% رسیده بود و پیش بینی میشد که بین 7 تا 8 میلیون نفر از ثبت نام انصراف بکنند، نهایتاً به تشخیص مردم و خانوارها در پایان 2,400,000 خانوار از ثبت نام خودداری کردند. عجب پریشون احوال این نوبخت بخت برگشته، تو پوزی رو خورده، حالا تو جمع جور کردن فک نظام گیر کرده، از اون طرف مجبور شده قیمت بنزینم بکشه بالا تا وضعش از این که هست پتالتر نشه. قیمت جدید فرآورده های نفتی به این شرح است: بنزین سهمیه‌ای هر لیتر 700 تومان، بنزین آزاد هر لیتر 1,000 تومان، بنزین سوپر سهمیه‌ای هر لیتر 800 تومان، بنزین سوپر آزاد هر لیتر 1,100 تومان. از اونجایی که آخونده تجربه گرون کردن بنزین دارن و میدونن که یه جرقه کافیه تا قضیه گل بگیره، تیویریشو مأمور کردن که جاسوسای برون مرزشو بفرسته به اروپا و آسیا و این بر اون بر، تا یه آش شلقلم کار به اسم گزارش به خورد بیننده هاش بدن. گشتی در پمپ بنزین های دنیا و محک قیمت ها. قیمت امروز بنزین در این پمپ بنزین پاریس 1.61 یورو، یعنی حدود 6,500 تومان. قیمت بنزین در انگلیس لیتری حدود 7 تا 8,000 تومان که در چند سال گذشته حدود 100% افزایش داشت. در مالزی بنزین معمولی قیمتش برابر با 2 رینگیتو 10 سنت یا 2000 تومان به پول ما. ما دانش آموزان نتیجه میگیریم که ایران تحت حاکمیت ولی فقیه بهشت روی زمینه و دولت اعتدال اگه قیمت بنزین رو 6 برابرم بکنه تازه میرسیم به پاریس. اما زهرخوران نظام جایی واسه این بازی ها نذاشته. تو این هیر و ویر شربت بداری و باقی رقبا قید انسجام نظام رو زدن و تیغ رو انداختن تو شکاف، رفتن واسه تصویه حساب با کوسه و دنبش. درس ها و عبرت های مهمی در آسیب شناسی ثبت نام یارانه ها و صرفا انصراف 2.4 میلیون نفر از 75 میلیون نفر نهفته است. دولت عدم همراهی مردم را بررسی کند. چی را بررسی کنه؟ بابا الان شیخ فری اساسی زخمیه، دنبال تلافی کردنه. بیا این دلدرچین کابینه رو ببین تو روز روشن چه تهدیدی میکنه ملتو. اختیار قانونی دولت هست که از طرق مختلف در مورد اینکه کسانی ثبت نام کرده باشن داره تمکن مالی کافی باشن و این نیاز رو نداشته باشن بعدا بررسی اونا اعلام کنه، ولی دولت در این زمینه الان مثلا یک همچین قصدی رو نداره که این کار رو به فوریت انجام بده. از اون طرف جک و جونورهای باند کوسه هم پرده رو کنار زدن و رو به ولی فقیه و باندش در اومدن که بابا با دنبتون گردون نشکنید، رئیس ولایت هم از این مشت یارانه‌ای بی نصیب نیست. اما اصولگرایان متوجه نیستند که با طرح این استدلال دارند شاخه‌ای را می‌برند که فقط روحانی و دولتش به روی آن ننشستند، بلکه قدری بالاتر
خود اصولگرایان هم اتفاقا همانجا نشستند. به عبارت دیگر، گر حکم شود که مست گیرند، خیلی های دیگر هم اتفاقا مشکل پیدا می کنند. یکیشون مثل اینکه شنیدید نگران صدور حکم واسه مله هاست، یکی دیگم پول برش داشته میگه به گوش صدای زنگ خطر میاد. پاسخ منفی مردم به فراخوان دولت برای انصراف از دریافت یارانه زنگ خطری جدی است که نواخته شده است. بله نواخته شده، بد جوری هم نواخته شده. زنگ خطر واسش کمه، بگو زنگ کل پا شدن ولایته. شمارش معکوس رو شروع کنید، داره میره که بگه بوم. موسیقی.